با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض درود و سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو سپری کرده باشین و هر جایی هستین حالتون خوب باشه و خیلی خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنیم. خب دوستان، این ویدیو رو با یه خبر داغ شروع میکنم. بابک تقوایی، تحلیلگر نظامی و ستون نویس روزنامه اسرائیلی معاریف، ساعتی پیش به نقل از مقامات و برخی منابع نوشته گزارشی منتشر شده که پایگاه‌های موشکی بالستیک نیروی هوافضا در نزدیکی تبریز برای هر گونه حمله احتمالی موشکی به باکو در صورت حمله جمهوری آذربایجان به نیروهای صلح‌بانان نظامی در استان سیونیک ارمنستان و کریدور زنگزور در آماده باش هستند. به گفته وی دیشب در این مکان تست‌های موشکی هم انجام شده است. خب حالا که بحث شد، خیلی خلاصه عرض کنم که با توجه به نشستی که دیشب آقای باقری داشتن و مخابره پیام‌های ایران به طرف‌های ارمنستانی و آذربایجانی، فعلا همه غلاف کردن و انگار همه طرف‌ها در یک آرامش قبل از طوفان به سر می‌برن. حالا اجازه بدین در ادامه ویدیو یه نگاهی بندازیم به درگیری‌های روسیه و ناتو، بعدش میریم سراغ توافق ایران و عربستان واسه برگزاری جلسه‌ای در خصوص بازگشایی سفارتخانه‌ها. عرشبت که در آخرین تحولات جنگ اوکراین، نائب رئیس شورای امنیت ملی روسیه زده به سیم آخر و در پی حکم بازداشت پوتین و در واکنش به ادعای غربی‌ها مبنی بر بازداشت پوتین در کشورهای اروپایی گفته که تلاش برای بازداشت پوتین در خارج از کشور بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی باعث جنگ خواهد شد. این موضوع هرگز رخ نخواهد داد، اما بیایید تصور کنیم که این اتفاق افتاده و رئیس جمهور یک کشور هسته‌ای مثلا به خاک آلمان رفته و بازداشت شده است. این یعنی چی؟ قطعا اعلام جنگ علیه روسیه است. در چنین وضعیتی هرچه داریم برای هدف دادن پارلمان، دفتر صدر اعظم آلمان و دیگر اماکن به پرواز در خواهند آمد. از طرف دیگه لندن هم که جدیداً خیلی علنی داره بازی میکنه، در پاسخ به اعتراض مسکو گفته که انگلیس در گلوله‌های خودش از اورانیوم ضعیف شده استفاده میکنه. سخنگوی وزارت دفاع این کشور گفته که ارتش انگلستان ده‌ها ساله که در گلوله‌های ضد زره خود از اورانیوم ضعیف شده استفاده میکنه. بله دوستان، همطور که در روزهای گذشته هم اشاره کردم، چون غربی ها از این دست تسلیحات که تأثیرات بسیار مخربی هم داره استفاده میکنه، خیلی هم خوبه. در همین حال از آمریکا هم خبر میرسه که انگار ابرقدرت پوشالی از اقدامات چین خیلی ناراحته. به هر حال هر چی نباشه، با این اقدام چین درختای صلح و دوستی آمریکا رو هوا میمونه. عرض شد که ساعتی پیش بلینکن با انبوهی از فشار وصف نشدنی برگشته گفته که حمایت چین از روسیه ضد منافع آمریکاست. وزیر خارجه آمریکا امروز به اعضای کنگره گفته که حمایت مادی و سیاسی چین از روسیه به ضرر منافع واشنگتن است. بلینکن به دنبال پایان سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به مسکو در این هفته میگه که آمریکا هنوز شواهدی نداره که چین کمک مرگبار به روسیه برای جنگ در اوکراین ارائه میدهد. این در حالیه که لاوروف یه بار دیگه خیلی صریح و شفاف چهره اینا رو به همه دنیا نشون داد و گفت مسئله حقوق بشر بهانه‌ای برای مداخله غرب در امور کشورهاست. لاوروف در کنفرانس خبری مشترک با همتای اریتریه خود در شهر سوچی گفت غربی‌ها تلاش می‌کنن مسئله حقوق بشر رو دستاویزی برای مداخله در کشورها قرار بدن. موضع ما درباره نهادهای سازمان ملل ثابت و تغییر ناپذیر است، در حالی که مشاهده می‌کنیم برخی از کشورهای عضو شورای امنیت در پی تحمیل مواضع جدید بر این شورا هستند. خب به نظرم همه چی واضح بود دیگه دوستان، نیازی به توضیح من نداره. اما در مورد توافق ایران و عربستان برای برگزاری جلسه‌ای در خصوص بازگشایی سفارتخانه‌ها، عرض شود که خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده وزیران خارجه ایران و عربستان در تماس تلفنی موافقت کردند که به‌زودی جلسه‌ای برای فراهم کردن مقدمات بازگشایی سفارتخانه‌ها برگزار کنند. این در حالیه که وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس ضمن استقبال از توافق عربستان و ایران برای از سرگیری روابط میان دو کشور بر حل و فصل اختلافات با ایران و پایان کشمکش‌های منطقه از راه‌های مسالمت‌آمیز تأکید کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشور آقای ناصر کنعانی هم در واکنش به این خبر گفته که از حمایت وزرای خارجه شورای همکاری
از نتایج گفتگوهای اخیر بین ایران و عربستان استقبال می‌کنیم. امیدواریم توافق حاصل نقش موثری در افزایش ثبات، صلح و توسعه منطقه‌ای و تقویت رویکردهای گفتگو محور در منطقه خلیج فارس ایفا کند. ایران همواره تعامل و همکاری با همسایگان را بهترین راهکار حل مسائل منطقه دانسته و از ابتکارهای مثبت در زمینه توسعه مناسبات مبتنی بر حسن همسایگی و اصول و قواعد بین‌المللی استقبال می‌نماید. حالا شما بیا حسن همسایگی رو به این توضیح بده. اما حالا و در ادامه اجازه بدین بریم یه سری هم به درماندگی های رژیم صهیونیستی بزنیم از زبان خودشون. فقط قبلش لازم به ذکر که رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران و دبیر کل حزب الله لبنان درباره آخرین تحولات سیاسی منطقه گفتگو کردند. عباس عراقچی و مشتبه امانی سفیر ایران در بیروت هم در این دیدار حضور داشتند. هنوز در مورد جزئیات این دیدار خبری منتشر نشده. همه اخبار نزدیک شدن دیپلماتیک ایران و عربستان و اعزام دوباره سفیر این دو کشور و سرگیری روابط دیپلماتیک رو شنیدیم. تحلیل شما درباره این ماجرا چیه و آیا ما باید از آن نگران و مضطرب باشیم؟ یه چیز دیگر هم باید اضافه کنید، تمام این نزدیکی‌های اخیر با ساقدوشی چین بوده است. در واقع همکنون اوضاع این گونه است. این نتیجه 8-9 سال بیگانگی و سرسنگینی ایالات متحده آمریکا با عربستان سعودی است. حدوداً از 2014-2015 شروع می شود که مذاکرات هسته‌ای با ایران آغاز شد و در 2015 به امضای برجام منتهی شد. همان توافقی که عربستان سعودی احساس می کرد از پشت خنجر خورده است. و با ماجرای خاشقچی ادامه پیدا کرد. درست است که دخل خبرنگارا رو آوردن قشنگ نبود، اما واقعیت اینه که ایالات متحده به خاطر این مسئله آنها را از همه چیز راند. این واکنش حداقل برای سعودی ها کمی اغراق‌آمیز بود. بریم به 2019، به حمله‌ای که ایرانی ها در اواسط سپتامبر به تأسیسات آرامکوی عربستان انجام دادن. همه میدونن که این زیر سر ایران، عراق و یمن بود. تازه این در دوران ترامپ بود، نه دوره اوباما یا بایدن. حالا اتفاقی که الان افتاده رو اضافه کن. بایدن با محمد بن سلمان مثل یه بشک نفت صحبت میکنه که میخواد تولید رو مطابق میل او و قیمتهای نفت در منابع آمریکایی افزایش یا کاهش بدهد. خب همطور که میبینین افسر پیشین اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی مردخای کدار دوره افتاده تو رسانه ها و داره بر تبل خود تحقیری و البته آمریکا تحقیری میکوبه. خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، اینم بگم دوستان که تور ونسلند، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای روند صلح خاورمیانه، میگه که من از اسرائیل به عنوان نیروی اشغالگر میخواهم که به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی برای دفاع از مردم فلسطین در برابر هر گونه اعمال یا تهدید خشونت آمیز پایبند باشند. عجب آقا، واقعا عجب، خودشون دارن میگن اشغالگر، بعد بهشون حق و حقوق هم میدن. من دیگه واقعا در این راستا حرفی ندارم. میخوام بدونم آیا با نظر من موافقی که زمانبندی کنونی برای از سرگیری روابط ایران و عربستان ارتباطی با اتفاقات اینجا داره؟ وقتی که یه گردان هوایی کامل تصمیم میگیرن که در تمرین ها شرکت نکنن، سعودی ها به خودشون میگن یه لحظه منم برم سراغ قوی تر، اونا که دارن فرو میپاشن، چنین ارتباطی وجود دارد؟ از اینم بدتر، من ادعا میکنم توافق ابراهیم که با امارات و بحرین داشتیم، آنها هم در خطر هستن، به خاطر اینکه آنها نقطه ضعف اسرائیل رو میدونن. سعودی ها هم از فرصت استفاده میکنن، مخصوصا حالا که اسرائیل مغلوب خودش شده و خود انهدامی را به کار انداخته است. به نظرم اصلا معلوم نیست که ما چیزی به دست آورده باشیم. من از همون اول هم در این رابطه هشدار داده بودم. وقتی که ایرانی ها از رابطه اسرائیل با امارات و بحرین خوششان نمی آید، فشار وارد می کنند و عرب ها هم خودشان را قربانی رابطه با اسرائیل نمی کنند. در واقع چهره غرب، مخصوصا آمریکا و اروپای غربی، در سراسر جهان به محاق می رود. وقتی از آن طرف یک ائتلاف شکل میگیرد بین روسیه، چین، ایران، ونزوئلا و دیگران، خب چرا عربستان به سمت طرف برنده نرود؟
کدام فرد عاقلی به یک اسب شکسته تکیه می کند در حالی که در همان حوالی یک اسب چابک وجود دارد؟ ماجرا این است. حالا باید این را مشخص کنیم و این سوال را می پرسم. ما تا کی می توانیم به اسب شکسته آمریکا تکیه کنیم؟ خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه دوستان عزیز و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.